بگیرید. درود بر شما آقای نارویی و ممنونم از اینکه دعوت ما رو برای این مصاحبه تلفنی پذیرفتید. سپاسگزارم. من هم سلام میگویم محضر شما و محضر مردم ایران، ملت ستم دیده و ملت مظلوم بلوط و همچنین دیگر ملل مظلوم ستم دیده ایران. تشکر میکنم از شما آقای نارویی. آقای نارویی، پرسش اول من این هستش که جمهوری اسلامی، یعنی رژیم جمهوری اسلامی، ادعای اینو کرده که اعلام کرده که عبدالملک ریگی، رهبر جنبش مقاومت مردم بلوچستان که همون موسوم به گروه جندلا هستش، رو اعدام کرده. اما شایعاتی هم مبنی بر این که ایشون زیر شکنجه کشته شدن هستش. شما اگه در این رابطه اطلاعات بیشتر و دقیق تری دارید، خواهش میکنم برای بینندگان ما بفرمایید. من قبل از هر چیزی این زاری عظیم را به همه آزادگان جهان، به همه آزادی خواهان و مبارزان و همچنین به مردم عزیز و ستم دیده تحت ظلم حکومت جابر ولایت فقیه تسلیت میگویم. و در نکته بعدی من نگاهی میاندازم به مرحله دستگیری تا شهادت خبر مقاومت بلوچستان. بعد از اینکه ایشون دستگیر شدن، ایشون کاملا توسط وزارت اطلاعات به یک محل نامعلومی بوده شدند که هیچ گونه اطلاعی از ایشون در دسترس نبوده. با اینکه ما بارها تلاش کردیم که از طریق وزارت اطلاعات پیام فرستادیم که ما میخواهیم وکیلی برای ایشون بگیریم، یک وکیل آزاد داشته باشند، بتونند از ایشون دفاع کنند. شما باید اجازه بدید که یک دادگاه عادلانه برگزار بشه که هیچ جواب مثبتی به ما داده نشده است. سازمان های حقوق بشری ما با تماس گرفتیم و اونها هم را تماس گرفتن با نظام، با رژیم ولایت فقیه، و از رژیم خواستن که اجازه وکیل گرفتن بدهن، اما رژیم اجازه وکیل گرفتن ندادن. یک دادرسی نادلانه در یک دیدادگاه نادلانه که در اونجا فقط محل بوده برای انتقام جویی، بچه های بازداختانی که در درگیری ها کشته شدن اونجا آورده شدن و اونها به ناسزاگویی و دشنامدهی پرداختن و شروع کردن به فحاشی علیه رهبر مقاومت. و یک مرحله که واقعا فقط از کسانی برمیاد که معتقد به هیچ گونه اصول انسانی و بشری نبودند و نیستند، یعنی هیچ اعتقادی به انسانیت ندارند. در هیچ جای دنیا رسمیت این چیزی نیست. بدترین دشمنان در زمانی که یک شخصی در اداره درمیاد با اون با احترام برخورد میکنن، به اون حقوق قانونی اش را میدهن، اون میتونه از حقوق قانونی اش برخوردار بشه. اینها آمریکا را متهم میکنند، اسرائیل را متهم میکنند، اما در همون اسرائیل و در همون آمریکا مردم، حتی دشمنانشون، از حقوقشون برخوردارند. به طور مثال میگم کسی که متهم است به انفجار بولتای بغلو آمریکا هنوز هم در زندان است و هنوز داره در دادگاه می آه و همه می دونن در دادگاه می تونه صحبت بکنه، حرفاش را بزنه، از وسیل می تونه در خوردار باشه، از حقوق انسانی، حقوق قانونی در خوردار بشه، که متاسفانه هیچ کدوم از اینها به رهبر مقاومت بلوچستان داده نشدن و زیر شکنجه ها، بدترین شکنجه ها، اطلاعات به ما رسیده از داخل خود نظام، اطلاعاتی رسیده که دسته های دیگر را که زندان بودن می آوردن پیش رهبر مقاومت و اونجا شکنجه می کردن، می گفتن هست بزن، یعنی که اینا را اعدام می کنیم. برادر رهبر مقاومت را جلو چشماش آوردن اعدام کردن، بردن گفتن هست بزن، یعنی که باید اعدام بشه. برادرش اعدام کردن، آقای عبدالحمید ریگی را جلو چشماش بردن. این که از بدترین نوع شکنجه هاست. دیگه دوستانی که در زندان ها هستن، یکی از جمله اقدامات ایشون هست، یعنی شوهر خواهرش که میگویند ایشون را در جلوی شکنجه کردن، بدترین شکنجه را کردن پیش چشمای آقای ریدی، رهبر مقاومت، مجبور بود که حرف بزنه علیه عقیده و افکار و نظریاتش. و
طبق اطلاعات ما ایشون در تحت شدیدترین شکنجه ها را مشاهده کشیدن و این یکی از وحشیان ترین و جدکارترین برخوردهای رژیم با مخالفانش با کسانی که اونها برای حقوقشان درخواستن. آخریدی هدفش فقط حقوق مردم بود، حقوق جامعه اهل سنت بود، حقوق مردم بلوچ بود، تا اینکه مردم اهل سنت به حقوق برسن. به خاطر این بلند شده بود و قیام کرده بود، دیگه هدفی نداشت. بعد آنگاه جمهوری اسلامی که خودش به جمهوری اسلامی میگه با چنین رفتار غیر انسانی با یک مخالف و دشمن برخورد کرده، با اینکه همه مردم دنیا گواهی میدهند و حتی اون اسیرهایی که در دست جنبش اسیر بودن میتونن برن، اونها داخل ایران هستند، اونها هم فایده دادن که در هنگامی که در عبارت جنبش بودن حتی کسی جرأت نداشته به اونها یک حرف بد بگه، حتی از اون به اونها کوچکترین بی احترامی نشده، حتی دوستان اونها خودشون در مصاحبهاشون در داخل کشور گفتن در حال جنبش اول به اونها غذا میدادن بعد خودشون میخوردن. احترام به خودهای انسانی بوده. خود رهبر جنبش همیشه میگفت که اسیر دیگه یک اسیر، با او بد رفتار نکنید، به اون احترام بگذارید، تحقیرش نکنید، انسان است. اما نظام ولایت فقیه با این منش با این مخالفش چنین برخورد غیر انسانی کرد و وحشیانه به شهادتش رسوند. این واقعیت هایی که ما در جریان ما باشیم. آقای ناروی، با توجه به سناریو و داستانی که در رابطه با دستگیری آقای عبدالمالک ریگی جمهوری اسلامی درست کرده بود، این مسئله هنوز در حاله ای از ابهام قرار داره که جمهوری اسلامی ادعای اینو کرده بود که یک هواپیما از آسمان جمهوری اسلامی که رد شده، جمهوری اسلامی توسط جت بمب افکن های خودش این هواپیما رو به زمین نشونده و آقای ریگی و نمیدونم یک نفر از همراهان ایشون رو دستگیر کردن. این مسئله تا چقدر صحت داره؟ آیا مثلا یکی مثل آقای ریگی مثلا چرا باید به این سادگی و توسط جمهوری اسلامی دستگیر بشه به نظر شما؟ من این سادگی را من نه تنها همه خبرگزاری ها دنیا، همه تحلیلگران دنیا میدونن که این سناریوی رو هست و یک فرضیه بیش نیست. اولین مشکل در این سناریو این است که میگویند آقای ریگی از کابل به دبی و از دبی میخواست بره قرقیزستان. در صورتی که از آقای ریگی میخواست بره قرقیزستان یا بیشکک از کابل اگر به اتاق بعضی دوستان میگن اگر تا پیاده میرد دوستان میرسید با این سر تا امارات تا دبی از دبی از دواره بره قرقیزستان. این اولین مشکلش است. اون خودش میتونه از همونجا این چیزو میدونه بیشتر چقدر فاصله داره با کابل، خیلی فاصله نزدیکی است، میتونه در عرض مدت کوتاهی حتی از